دوستان و یاران مهربان من و شنوندگان عزیز گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما و همه نعمت فردوس شما را برای حفظ دوستانتون از دشمنی ها چشم بپوشید و صداقت و مهرورزی و صمیمیت رو ملاک زندگیتان قرار بدهید تا دریچه های سبز زندگی برای همیشه به رویتان باز باشد این هفته در پنجاه و چهارمین برنامه اصر جدید میخواهم درباره شخصیتی سخن بگویم که اولین نخست وزیر دوران سلطنت رضا شاه بود که مشهور است نخستین خطبه و سوگن نامه او را برای اشغال مقام سلطنت ایشان تنظیم کرده بود و همچنین باید به این نکته توجه کنید آخرین نخست وزیری که رضا شاه رو برای رفتن به خارج از ایران بدرقه کرد و استعفانامه او را به خط خودش نوشت هم شخص یعنی آقای محمد علی فروغی بود آقای زکا الملک فروغی ایشان در سال 1254 هجری خورشیدی در تهران متولد شد در پنجم آذر ماه شمسی در تهران درگذشت او در خانواده‌ای به دنیا آمد که نیاکانش غالبا بازرگان بودند اما پدر بزرگش میرزا ابو تراب نماینده اصفهان در شورای کبیر معادن و از فضلا و ادبای به نام ایران بود و تعلیفات متعددی داشت من جمله کتابی در باب تاریخ و جغرافی های اسفحان تعلیف کرد که آن کتاب به نام کتاب نصف جهان مشهور شد آقای محسن فروغی فرزند زکال کتابی دارد به نام زکال فروغی و شهریور 1320 او می نویسد که پدر فروغی محمد حسین فروغی به عنوان مدیر دار و ترجمه و مترجم زبانهای عربی و فرانسه در اداره انتباعات نظارت بر را بر عهده داشت در دوران قاجار البته و تعریف می کند که این آقای محمد حسین خان فروغی از جمله دوستان و همفکران با میرزا مرکم خان بود و همین جهت روابط بسیار نزدیکی با او داشت و وقتی که میرزا مرکم خان مورد تعقیب دولت قاجارها قرار گرفت و ناگزیر به ترک ایران شد آقای محمد حسین خان فروغی هم زیر فشار دستگاه سیاسی قاجارها قرار داشت که ناگزیر شد اداره انتباعات رو ترک کند و به اصطلاح خانه نشین بشود اما او در دوران مزفر شاه با انتشار روزنامه تربیت امکان یافت تا برای نشر افکار و عقاید خود و مسائل تربیتی و ترویج اندیشه های تجددخواهانه زمان پیدا کند و شروع کرد به ستایش از غرب و علم گراوی. که این امر نخست آقای فروغی زکا الملک رو بیش از همه تحت تاثیر قرار داد مشهور است که اجداد فروغی از یهودی های مشهور ایران بودند به این جهت در کشاکش سیاسی دوران ها در آن روزگار که مخالفین علیه زکال ملک مطالبی رو عنوان می کردن او را یهودی و جود جره می خواندن. چنان که آقای ملک شعرهای بهار در دوران محمد شاه خوب توجه کنید در دوران محمد شاه وقتی که فروغی نخست وزیر بود یعنی زمانی است که رضا شاه از ایران رفته و آقای فروغی همچنان به نخست وزیری باقی است آقای محمد و محمد شاه پهلوی به عنوان اعلی حضرت تعیین می شوند این دو بیتی را آقای ملک شعرای بهار در وصف آقای اه... عجب بله این دوویچی دو دو رو به عنوان نصیحت به اعلی حضرت عباین انشاهی سروده است که میگوید شاها کنم از خبس فروغی خبرد شاها کنم از خبس فروغی خبرت خون میکند این جود ناکس جگرت. خطبه شهی و عزر تو را خواهد خواند زانگونه که خواند از برای پدرت مقصودش این است که خلاصه مواظب این آقای فروغی باش که ایشون پدرت رو هم آورد و هم در موقع رفتنش او بود که استفان آمش نوشت <applause> و حالا هم خطبه پادشاهی جناباری رو براتون می نمیسه. اما مواظب باشید که حتی تا زمان عزل شما همراه شما قرار, ن... قرار نباید داشته باشه دیگه. با این طریق ملک شعرهای بهار به محمد زاشا یادآوری می کند که این فروغی همون کسی است که هم خطبه پادشاهی پدرت رو خواند و هم استفایشان رو حالا مواظب باشید که چنین کاری را با شما نکند آقای باغر عاقلی در شرحال رجال سیاسی و نظامی می نویسد که فروغی از پنج سالگی به تحصیل و فراگیری شروع نمود ابتدا ادبیات فارسی و عربی را نزد پدرش فرا گرفت و بعد وارد دارالعلوم شد و چون زبان فرانسه را از بچگی به خوبی میدانست مترجم کلاسشان شده بود یعنی درس های معلم رو که زبان فرانسه بود او برای بچه ها ترجمه میکرد ابتدا وقتی وارد دارالفنون شد به کلاس پزشکی و داروسازی رفت و در آنجا بسیاری هم آموخت ولی با دیدن ضعف کادر علمی و با کمبود امکانات پزشکی و ناهمگونی این رشته بازوخش جور در نیامد ناگزیر رو دانشکده پزشکی رو ول کرد و رفت به فلسفه و ادبیات و تاریخ روی آورد هوشنگ اتحاد در کتاب پژوهشگران معاصر از قول آقای عبدالحسین رهنما ببخشید از قول آقای غلام رهنما می که فروغی می گفت که علت متارکه اش از طب تب و تبابت این بود که تب را مطابق ذوق و سریقهش نیافته بود. فروغی گفته بود که دیدم تب را با این ترتیب ناقص نمی شود به خوبی آموخت. نه سالن تشریح داریم، نه وسایل آزمایشگاهی ملی صحیح و کاری داریم. به این جهت اونا را ترک،, ترک کردم. فروغی پس از دارالفنون به مدرسه صدر و مدرسه مروی و مدرسه سپه سالار رفت و دانش خود در فلسفه مشا و اشراق را در آنجا کامل کرد و همزمان با آموختن بیشتر زبانهای فرانسه و انگلیسی توانست مترجم بسیار قابلی گردد به همین جهت با دیدگاه و فیلسوفان و اروپایی نیز آشنا شد باغ راغلی در نوشته هایش تعریف می کند که فروغی زندگی نامه های فلاسفه قبل رو به پارسی برگردان که بعدها همان نوشته ها تبدیل شد به کتاب سیر حکمت در اروپا زمنن فروغی هر زمان فرصت می یافت نزد کمال الملک نقاش مشهور میرفت و از او نقاشی فرا می گرفت و در مقابل به کمال الملک زبان فرانسه را میاموخت محمد فروغی در پاره نوشته ها که معروف شده در خلال خاطراتش که در بایگانی مجلس شورای ملی نگهداری می شود نوشته است که در سال 1274 خورشیدی به استخدام دولت درآمد و مترجم های فرانسه و انگلیسی در وزارت انتباعات بود چنگیز پهلوان در کتاب ریشه های تجدد می نویسد که در آغاز سلطنت مزفر شاه که نوگرایان به ساخت مدرسه های ملی روی آوردن فروغی معلمی بیشه کرد و در مدرسه ادب به مدیریت حاج میرزا یحیای دولت آبادی در مدرسه علمیه به مدیریت مخبر سلطنه هدایت در دارالفنون با آموزگاری پرداخت و هم زمان در روزنامه تربیت به نشر آموزها و اندیش بیشتر می پرداخت و همچنین به پدرش در روزنامه کمک می کرد. چنگیز پهلوان کتاب دیگری دارد با عنوان شرح زندگانی من که چاپخانه زوار آن را در سال 1360 چاپ کرده در آن کتاب آمده هفت سال پیش از پیروزی جنبش مشروط خواهی مشیر دوله مدسه سیاسی را بنا نهاد از همان آغاز کار محمد علی فروغی به مترجمی و معلمی در آن مدرسه پرداخت که ترجمه های او از قول فلاسفه بزرگ غرب جزء بزرگترین و مهمترین کتاب های درسی به شمار می رفت. آقای نصرالله انتظام که بعدها در ایران صاحب مقامات مختلف کردید و یک نوبت هم رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد که همین امر برای ایران افتخار آفرین بود در یادداشت های خود می نویسد که هر چهار کتاب درسی که در آن روزگاران در ایران به چاپ میرسید دو تای آنها تعلیف و ترجمه محمد علی فروغی بود از قول آقای انتظام در انتشارات سازمان اسناد ملی آمده کتابهایی چون اصول علم ثروت ملل یعنی اکنومی پلیتیک، تاریخ ملل مشرق زمین و حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول فروغی در حدود 25 سالگی آنها را به فارسی برگردانده بود از سالها بعد در خطابه در دانشکده حقوق دانشگاه تهران کتاب اصول علم ثروت ملل را تنها کتاب اقتصاد برگردانده شده به فارسی معرفی کرد موسای قنی محقق و نویسنده و منتقد معتقد است به رغم اینکه کتاب های مورد اشاره از منابع فرانسوی زبان ترجمه و اقتباس شده و همانند منابع اصلی در واقع آثار اکادمیک و درسی به شمار می روید. اما اهمیت حیاتی آن آثار را برای ایران برای ایران در حال قلیان و تحول می توان نقطه عطفی در طرح اندیشه های مدرن سیاسی و اقتصادی در کشورمان به حساب آورد احمد افرادی در کتاب فروغید در گذرگاه تاریخ که در بنیاد داریوش و مایون به چاپ رسیده است می نویسد در برگرداندن کتاب اصول علم ثروت ملل یعنی اکنومی پولیتیک از زوار فرانسه برای بسیاری از واژگان و همچنین علم اقتصاد برابرهایی به پارسی ساخت آقای فروخی و برای نخستین بار در ایران علم اقتصاد را به صورت روشمند و سازمانداد شده مطرح نمود در کتاب آداب مشروطیت دول که کمی پس از صدور فرمان مشروطیت به چاپ رسید برای نخستین بار مفاهیم کلی حقوق اساسی را به سامان مطرح کرده است یکی از برچستگی های این کتاب واجه سازی و معادل یابی در علم حقوق است و در واقع بسیاری از واژگان جا افتاده حقوق نخستین بار در این کتاب به کار گرفته شده محمد علی فروغی در سال سی سالگی به ریاست مدرسه سیاسی برگزیده شد که رجال دیپلومات های زیادی در اون مدرسه تربیت شدند و بعدها با تأسیس دانشگاه تهران همین مدرسه سیاسی تبدیل به دانشکده حقوق گردید بر پایه کتاب فراموشخانه و فراماسونی در ایران نوشته آقای اسماعیل راین را که کتابخانه امیر کبیر آن را در سال 1357 به چاپ رسانده پدر فروغی از متعصران میرزا ملکم خان از پیشکسوتان ترویج فرهنگ غرب و فراماسونی در ایران بود آی فروغی ناگزیر تحت تأثیر پدرش فراماسون شد و چنان که آقای را این تشریح می نماید زکال ملک در سی و دو سالگی از بنیانگذاران گذاران بیداری بود و به مقام استاد اعظم با عنوان خاص چراغدار نائل شد آقای حسین مکی در تاریخ 20 ساله ایران توضیح میدهد که فروغی یکی از مهره های شطرنج سیاسی ایران در دوران مشروطیت به انقراز سلسله قاجار و روی کار آوردن رضاخان پهلوی بوده است او یکی از فرامسون های باهوش تحصیل کرده دانشمند و صاحب تعلیفات در ادبیات و حکمت و فلسفه می باشد. مطالب زیر رو براتون عنوان می کنم. از صورت جلسه مذاکرات دوره دوم مجلس شورای ملی اینن استنساخ شده است. پس از خل محمد علی شاه و در انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی فروغی که حالا لقب زکا آلمون را دارا شده به نمایندگی مردم تهران برگزیده شد ابتدا به عنوان منشی عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون معارف و اوقاف و صنایع مستضعفه شد پس از استعفای مستشار دوله صادق به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب گردید اما مدت ریاستش کمتر از هفت ماه بود در نشست مجلس در شش بهمن همان سال میرزا اسدالله خان نماینده کردستان فروغی را متهم کرد که رعایت بیطرفی را نمی کند سکال ملک پس از آن که جواب اسدالله خان را داد به حالت قهر جلسه را ترک کرد نمایندگان هم به جز ده نفر همگی او را همراهی کردند اسماعیل هاشمی اعلام کرد که همه نمایندگان آذربایجان به اعتراض سخنان اصل از سمت خود استعفا می نمایند دلیل کوشش نمایندگان برای برگرداندن فروغی به صندلی ریاست دیگر به جای نرسید و او مطلقا به ریاست برنگشت و همچنین همراه آقای سید نسولای اخوی نایب رئیس مجلس هر دو از مقامهای خود کنار گیرده نمودند اما هر دوی آنها در دوره دوم انتخابات مجلس به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و همچنین نایب رئیس دوم انتخاب شدند دکتر باقر آقلی در کتاب زکال فروغی و شهریور بیست می نویسد که پنج روز بعد از انتخاب ایشان به نیابت ریاست مجلس شورای ملی آقای سمسام سلطنه نخست وزیر فروغی را به وزارت مالیه منصوب نمود پس از چند ماه ایشان به وزارت عدلیه رفت و در دوران زکال فروغی بود که قانون اصول محاکمات حقوقی را که میرزا حسن خان مشید دوله با ترجمه از حقوق کشورهای فرانسه و بلژیک تهیه کرده بود در دادگستری به اجرا گذاردند و به دینسان گام بزرگی در راه استقرار عدلیه جدید برداشته شد پس از سقوط کابینه مشید دوله زکال به ریاست دیوان عالی تمیز انتخاب شد و با همکاری مشیر دوله و آقای سید نصرالله تقوی کمیسیونی تشکیل دادند و به تهیه و تنظیم قانون و اصول محاکمات جزایی پرداختند فروغی در یک سخنرانی در صدای امریکا میگوید ما برای تنظیم اصول محاکمات محرمانه شروع کردیم زیرا آخوندیست مخالف هر گونه تغییری در سیستم قضایی ایران بود در حالی که اطمینان نداشتیم زحمتی که میکشیم به سمر برسد اما خداوند ما را یاری کرد و رقب به کلی برگشت هم اساس عدلی از نو ریخته شد و هم قوانین تکمیل و تجدید شد در بخشی از ای که ملک از پاریس به هنگام برگزاری کنفرانس صلح در سال 1298 نوشته است آمند است پس از آن به سختی گله می کند که چرا ایران باید در مقابل انگلیس ها مرده ای در دستان مرد شور باشد افسوس خود را از این فقدان هویت جوید این گونه نشان می دهد. ملت ایران باید صدا داشته باشد خوب توجه کنید که چه می گوید ملت ایران باید صدا داشته باشد افکار داشته باشد ایران باید ملت داشته باشد ایران هنوز ملت ندارد افکار عمومی ندارد اگر افکار عامه داشت مسلما به این روز نمیافتاد و با تکه بر افکار عمومی همه مقاصد تجددخواهان حاصل می شود. اصلاح ایران و وجود ایران متعلق به افکار عمومی ایران است اگر بگویید تعلیق به محال می کنم عرض می کنم که خیلی متاسفم اما در حقیقت نمی توانم از حضور و وجود ملت ایران صرف نظر کنم اگر چه امروز ایران ملت ندارد توجه کردید در آن روزگار مطالبی رو عنوان می کند که همین امروز هم مستاق دارد. احمد افرادی در کتاب فروغی در گذرگاه تاریخ می نویسد که پس از تصویب خل قاجار از سلطنت در نهم آبان 1104 رضا خان که حکومت موقت را تشکیل میداد سرپرستی دولت را به فروغی سپرد. تدارک تجلیس مؤسسان که با اصلاح چند اصل و تمام قانون اساسی سلطنت را به خانواندان پهلوی واگذار کرد از اقدامات فروغی در این دوره است دکتر سیروس غنی در کتاب ایران و برآمدن رضاخان می نویسد که در تاجگذاری رزاشاه، میزان احترام و ارادت رضا به شرکت کنندگان در جایگاهانان، در مراسم کاملا مشهود بود فروغی و تیمورتاش در یک کالسک سوار بودند و رزاشاه پیش از تاریخ پیش از تاجگذاری ببخشید پیش از تاجگذاری نشان درجه اول تاج یعنی بزرگترین نشان افتخار را به آقای فروغی اهدا کرد فروغی در مراسم تاجگذاری خطابهی در ستایش ایران باستان و تاریخ شاهنشاهی ایران ایراد کرد فروغی از فرازهای این خطابه غیر مستقیم روش درست پادشاهی مشروطه را به رضا شاه تدریس می کرد و همچنین به مردم یادآوری می نمود. او گفت ملت ایران باید بداند و البته که خواهد دانست که امروز تقرب به حضرت سلطنت به وسیله به وسیله تایید هوای نفسانی و یا استرزای جنبه ضعف بشری و تشبسات گوناگون و توسل به مقامات غیر مقتضیه هرگز میسر نخواهد شد بلکه راه نیل به آن مقصد عالی احراز مقامات احراز مقامات رفیعه هنر و کمال و ابراز لیاقت و کفایت و حسن نیت و درایت در خدمتگذاری به این آب خاک خواهد بود و لا غیر محسود بهنود در کتاب های ایران از سوم اسفند ۹ تا 22 بهمن 1357 از سیجیا تا بختیار می که رضا شاه در 28 آذر 1304 فروغی را به نخست وزیری برگزید ولی حدود دو ماه بود که از طریق تیمورتاش به فروغی ابلاغ کرد که خواهان استعفای است. محسن فروغی فرزند محمد علی فروغی نوشته است که استعفای به علل و جهات مختلفی داشت دخالت های بیجا و بی موقع تیمورتاش وزیر دربار از جمله عوامل اصلی به حساب می آمد. روزی که پدرم درباره استعفا و کنار گیری از ریاست دولت با رضا به مذاکره پرداخت تقاضایش آن بود که به وی اجازه داده بشود به اتفاق فرزندان خودش به اروپا برود و چند ماهی را به وضع تحصیلی فرزندانش بپردازد و آنها را سرپرستی کند اما رضا شاه با کنارگیری مطلق او موفق نکرد پدرم معاذیری از قبیل خستگی و بیماری آورده بود اما سرانجام رضا شاه گفت کاری به تو متعو... محول خواهم کرد که حقوق و مزایا و امتیازاتش مال تو باشد ولی زحمت آن مال من سیمای نجیب فروغی که مشهون از خوش و حیا بود در این موقع گلگل می شود و ساکت می ماند لحظه آه. بعد رضا شاه می گوید که آقای زکال ملک سمت شما در کابینه جدید وزارت جنگ خواهد بود حقوق و منظوری های شما شما اداره کردن وزارت جنگ با من خواهد بود بهروز داوودیان در مقاله به نام اندیشه های محمد علی فروغی که در مجله ایران شهر منتشر شد می نویسد که پس از استعفای مصطفی الممالک فروغی هم طبیعتا از وزارت جنگ کنار رفت یک ماه بعد به سمت سفیر کبیر ایران برای حل اختلافات مرزی ایران و ترکیه به آن کشور فرستاده شد چنان که مشهور هست به خصوص آقای حبیب یغمایی شاعر سرشناس ایران که از دوستان فروغی بوده است تعریف می کند آقای زکالمرگ توانست دوستی دو کشور را چنان تقویت کند که آتا ترک شاه ایران را به ترکیه دعوت کرد یغمایی معتقد است که فروغی از سالهای پیش با آتا ترک روابط ای داشت و از جوانیش از مهرمان آتاتورک بود در کتاب فروغی و شهریور بیست آمده است که از زبان خود فروغی میگوید من وقتی من نماینده اول ایران در جامعه ملل شدم و به کشور سوئیس رفتم آتاتورک به کلیه سفرا و وزرای مختار مقیم آنکارا گفته بود بزرگترین شخصیتی که در مجمع سازمان ملل عضویت دارد آقای فروغی سفیر ایران است من تا کنون مردی به جامعی و وطن پرستی و اطلاعی او ندیدم کاش مملکت من هم یک فروغی داشت فروغی معتقد است همین اظهار نظرات ترک باعث شد که او در جامعه ملل به ریاست انتخاب شد در تاریخ معاصر ایران دولت مردانی مانند قوام السلطنه یا دکتر مصدق یا بسیاری دیگر از شخصیت های ملی و منطقی وجود داشتند ولی شخصیت محمد علی فروغی ضمن داشتن ویژگی های ملی تا سطح بین المللی ارتقا یابد حضور فروغی در ریاست جامعه ملل یا سازمان ملل امروزی در سال 1308 شمسی نشانه بارز شخصیت ممتاز وی در عرصه جهانی بود که موجب افتخارات ایران گردید دوستان شنوندگان عزیز من امیدوارم که این هفته کمی درباره زوکال ملک فروغی بیاندیشید و آن را با خودتان مزه مزه کنید و ببینید که او چه شخصیتی بود و بعد بررسی کنید رفتار و کردار و کارهای مهمی که او از خودش بروز داد و آنها را مورد مداقه قرار بدهید تا آنکه هفته بعد من بتوانم به زندگی سیاسی او همراه رضا بپردازم تا آنکه ببینید عاقبت چه وضعی پیش آمد روز و روزگار به شما خوش تا برنامه بعد بر.